قدرت ملی که میگیم یک امر مرکب است، یه مجموعه است، یه مجموعه به هم پیوسته است. قدرت ملی رو در یک نقطه خاصی، در یک جریان و حرکت خاصی نباید دید. یک امری است که مجموعه ای از عناصر وجود دارد که اگر اینا جمع شد قدرت ملی به وجود میاد. که حالا مثلا من چند تا از اینها رو ذکر میکنم. یک رکن قدرت ملی علم و فناوری است. این یک بخشی از علم و فناوری. یک رکن فکر و اندیشه ورزی است. دارای فکر بودن فرق میکنه با دارای علم بودن. باید فکر باشه که این آزاد فکری که ما شعارشو میدیم و هر کی شعارشو بده ما قبول میکنیم. این اثرش همین پیشرفت فکری است. یعنی اگر پیشرفت فکری نباشه، علم و اینها هم اگر گیر یک ملتی بیاد به دردش نخواهد خورد. باید فکر کار کنه، حرکت کنه، پیشرفت داشته باشه در مجموع ملت. اینم جز با آزادی فکر اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بدون آزادی فکری پیشرفت فکری امکان پذیر نیست. یا یک عنصر دیگر امنیت و قدرت دفاعی است. بتوانه یک ملت خاطرش جمع باشه که میتوانه از خودش دفاع کنه، در مواقع اضطرار میتوانه از خودش دفاع کنه. یک بخش دیگر مسئله اقتصاد و رفاه عمومی است. این هم بسیار مؤثره که مردم از لحاظ معیشت دچار آسایش خاطر باشن. یک رکن دیگر سیاست و قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماسی است. این هم یک بخشی از قدرت ملی است که بتوانه یک کشوری، یک ملتی برگزیدگان و خبرگانی داشته باشه که بتوانن در میدانهای سیاست و دیپلماسی بتوانن چانه‌زنی کنن، مذاکره کنن، منافع ملت رو تثبیت کنن و به دست بیارن. یک رکن دیگر فرهنگ و سبک زندگی است. این هم یک رکن قدرت. اگر چنانچه الله از سبک زندگی تابع و اسیر دیگران و تابع بدون رأی و نظر دیگران باشن و فرهنگ مستقر خودشون رو نداشته باشن، طبعا این ضعف شدیدی در قدرت ملی است. یک عرض کنم که رکن دیگر منطق جذابی است که روی ملت‌های دیگر اثر بذاره و عمق راهبردی برای کشور درست کنه. اینی که شما یه منطق جذابی در جمهوری اسلامی داشته باشید که این رو وقتی با ملت‌های دیگر مطرح کنید بدون حاجب و واسطه، برای اونها جذابه و کشش داره و قبول میکنن، اون میشود عمق راهبردی شما. اینا همه این چیزها جزو مجموعه به هم پیوسته قدرت ملی است. البته عناصر دیگری هم هست که من به یکیش بعداً باز برمیگردم اشاره میکنم که مورد بحث ماست.